افغانستان در آستانه تولید جلغوزی این فصل قرار دارد و انتظار می رود تا چند روز آینده جلغوزی کشور به بازار برسد. 7 ولایت پکتیا، پکتیکا، خوست، ننگرهار، لغمان، کاپیسا و کابل در تولید جلغوزه پیشگام هستند و بازار چین را در اختیار دارند. بر پایه قرارداد بخش خصوصی افغانستان و چین، امسال نیز جلغوزه کشور از راه دهلیز هوایی و بندر حیرتان به چین انتقال خواهد شد. اتحادیه جلغوزه میگوید که امسال میزان تولید جلغوزه نسبت به سال پار افزایش خواهد یافت. نسبت به سالهای پارسال و پرارسال تقریبا 2-3 برابر از هستند. تولیدش بسیار زیاد است که تقریبا به حدود 18600 تن فقط به ولایت خوست با اساس سروی که صورت گرفته امسال ما انشالله تولید جلغوزه داریم. به تازگی به هدف معیاری شدن جلغوزه، ایجاد سردخانه، هماهنگی میان بخش خصوصی و حکومت در تولید و صادرات جلغوزه، سهولت‌های بانکی و تامین امنیت مسیر را برای جلوگیری از اخاذی‌ها، چندین تفاهم‌نامه میان حکومت و اتحادیه جلغوزه امضا شده است. تسهیلات باید مات دولتی بانک کرد. پروسس، پلانتیشن، اکسپورت او پارکای صنعتی در طول دولت پیش آورد. ولایت خوست در تولید جلغوزه دست بالا دارد. سال پار افغانستان 13000 تن جلغوزه تولید داشت، اما امسال میزان تولید نزدیک به 2 برابر افزایش یافته است. کل مردم را حاصل لرو دم را زیاد حاصل چندر خونه دیر کات رزی که چیر تا $2 مو په ترانسپورت کې ورکو نو مو ته جلغوزه دیر کې ماته مېږي په چین کې د پاکستاني تجارانو سره مو رقابت نشو کولای ځکه چې د دې کرایه یعنی مثلا شل تنه کنټینر چې د زمینې انتقالوي هغه په $3000 په $3500 انتقالیږي. چین عمدترین بازار فروش جلغوزی کشور شمرده می شود و انتظار می رود به ارزش $2.2 میلیارد جلغوزی کشور به چین صادر شود. این فراورده به گونه خام در بازارهای چین به فروش می رسد. پیش از این پاکستان جلغوزی کشور را خریداری و به نام خود به چین صادر می کرد.